در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهای از ادامه ناآرامی‌های سیاسی در پاکستان، وعده‌ها برای خاتمه جنگ در یمن، رقابت تنگاتنگ مکرون و لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 20 فروردین شمار مبتلایان کرونا در جهان به مرز 498 میلیون نفر نزدیک شد و تعداد فوتی ها نیز از 6 میلیون و 200 هزار نفر عبور کرد. تا کنون حدود 433 میلیون و 700 هزار نفر از این بیماری بهبود یافتند. تعداد کل مبتلایان در برزیل از مرز 30 میلیون نفر عبور کرد که روند شناسایی مبتلایان در این کشور نزولی است. آلمان نیز مرحله اوج ششمین پیک کرونا را پشت سر گذاشته است. بریتانیا هم پس از طی روند سعودی مبتلایان در هفته‌های اخیر در حال حاضر شاهد کاهش آمار مبتلایان روزانه است. تعداد مبتلایان روزانه در ترکیه نیز بار دیگر وارد کانال کمتر از 10,000 نفر شده است. در سوی دیگر جهان هم مقامات بهداشت نیوزلند از کاهش شناسایی مبتلایان جدید خبر دادند. تازه‌ترین تحولات جنگ در اوکراین. طبق آخرین گزارش‌ها نیروهای اوکراین موفق شدند تعدادی از مناطق شهر اشغالی خرسون در جنوب این کشور را پس بگیرند. شهردار چرنیهیو اعلام کرده است تا کنون حدود 700 نفر از ساکنان این شهر توسط نظامیان روس کشته شدند. بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان گفته است که کشورش 100 میلیون پوند دیگر برای ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین اختصاص خواهد داد. اورزولا فان در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم پس از بازدید از شهر بوچا با رئیس جمهوری اوکراین دیدار و حمایت اتحادیه اروپا از کشور را اعلام کرد. مقامات ترکیه نیز اعلام کردند روسیه و اوکراین همچنان برای ادامه مذاکرات صلح دو کشور در ترکیه توافق دارند. در ادامه واکنش‌ها به حمله موشکی به ایستگاه قطار شهر کراماتورسک، صدر اعظم آلمان کشتار غیر نظامیان را جنایت جنگی نامید و رئیس جمهوری روسیه را مسئول آن دانست. ادامه ناآرامی‌های سیاسی در پاکستان. عمران خان نخست وزیر پاکستان هشدار داده است در صورتی که از قدرت کنار گذاشته شود دولت بعدی را که از سوی اپوزیسیون این کشور تعیین می شود به رسمیت نخواهد شناخت. استیضاح عمران خان در حالی انجام می شود که طبق گزارش ها او حمایت ارتش و بعضی متحدانش را از دست داده است. مخالفان نخست وزیر پاکستان قصد داشتند یک شنبه گذشته به او رأی عدم اعتماد دهند، اما با مخالفت معاون مجلس این کشور مواجه شدند. پس از آن عمران خان تصمیم گرفت تا با انحلال مجلس انتخابات را زودتر از موعد برگزار کند، اما دیوان عالی این کشور با انحلال مجلس مخالفت کرد. عمران خان مدعی شده که آمریکا در حال رهبری توطئه‌ای برای سرنگونی اوست، اتهامی که از سوی واشنگتن رد شده است. وعده رئیس شورای ریاست جمهوری یمن برای خاتمه جنگ. رشاد العلیمی رئیس شورای جدید ریاست جمهوری یمن روز جمعه در نخستین سخنرانی خود اعلام کرد که به جنگ 7 ساله یمن از طریق روند صلح پایان خواهد داد. به دنبال تلاش سازمان ملل متحد برای احیای مذاکرات صلح در یمن، منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن که تحت حمایت عربستان قرار دارد روز پنجشنبه قدرت را به شورای ریاست جمهوری واگذار کرد. ریاض از این شورا خواسته تا تحت نظارت سازمان ملل با گروه انصارالله برای پیدا کردن یک راه حل جامع در جهت پایان جنگ مذاکره کند. چندی پیش نیز با میانجیگری سازمان ملل یک آتش‌بس 2 ماهه میان ائتلاف عربی و انصارالله برقرار شد. حواشی تازه بر سر پرونده جمال خاشقچی. یکی از مقامات دولتی ترکیه اعلام کرده که تصمیم این کشور برای انتقال پرونده قتل جمال خاشقچی به عربستان سعودی سیاسی نبوده است. انتقال پرونده خاشقچی به عربستان به درخواست یکی از دادستان‌های ترکیه و تایید وزارت دادگستری این کشور انجام شد، چرا که اظهارات 26 متهم سعودی این پرونده که به صورت غیابی در ترکیه محاکمه شده بودند قابل دریافت نبوده است. جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی حدود 4 سال قبل در کنسولگری عربستان در ترکیه به قتل رسید. رقابت تنگاتنگ مکرون و لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز در حالی برگزار می شود که پیشتازی ایمانوئل مکرون در نظرسنجی ها نسبت به مارین لوپن رقیب راست افراطی او کم رنگ تر شده است. طبق نظرسنجی ها میزان حمایت از مکرون پس از اوج گرفتن در آغاز جنگ اوکراین کاهش یافته و تنها 26% شهروندان قصد دارند به او رأی دهند و مارین لوپن نیز از حمایت 25% رأی دهندگان برخوردار است. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با شرکت 12 کاندیدا برگزار می شود. اعلام جریمه علیه دونالد ترامپ توسط دادستانی نیویورک.
به دنبال خودداری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از انتشار اسناد مالی خود، دادستان کل نیویورک خواستار جریمه و پرداخت روزانه $10,000 از جانب او شده است. دادستان کل نیویورک از سال 2019 در حال بررسی اتهامات مالی احتمالی علیه رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سازمان ترامپ است.